دختر بدشانس من. طاهر الان کجاست؟ نمیدونم. کم نیاری یا تو نباید تسلیم بشی. من باید به خاطر پسرم مقاومت کنم، به خاطر طاهر باید قوی باشم و به خاطر خودتم. چی شد؟ جوجه ها سیر شدن؟ آره. آه، پس منم الان شکم تو رو سیر میکنم. آبجی من میرم. دخترم تو پاتو دراز کن، حداقل امروز رو پات فشار نیار. سوپ درست کردن که کاری نداره. چقدر اینجا میمونیم؟ یه مدتی رو باید اینجا بمونیم. بابا میاد اینجا؟ آره میاد. بگو قبل این که من بزرگ بشم بیاد. چرا؟ الان بچم، برای همین اینجوری قشنگتره. بیچاره شدیم، باور کن بدبخت شدیم رفت. مامان تو رو خدا، چرا اینجوری میگی؟ مرجان تو واقعا نمیبینی؟ یا خودتو به ندیدن میزنی؟ آخه تو چرا انقدر ساده‌ای؟ وقتی بابا تو اومد بهش چی بگم دختر بگم؟ دستمو بوسید رفت ها؟ فقط با اومدن ثانیه داشت دیوونه میشد، الان فکر میکنی چی کار میکنه؟ الان که برگرده من چی بهش بگم؟ مرجان چی بگم؟ مامان، اونا همدیگر رو دوست دارن. نظر خیلی وقت عاشق مراده، مرادم همینطور. همیشه مثل سگ و گربه بچونه هم میافتادن، اما همش از روی علاقه بود. از روی علاقه؟ این عشق عجب چیز قشنگیه مگه نه؟ وقتی دوتا دل یکی میشن انبار کاه تبدیل میشه به باغ. آره، اما اینجا اینجوری نیست مرجان. این چیزا اینجا امکان نداره. چرا نمیشه؟ خیلی خوبم میشه. این چیزا فقط تو قصه هاست که اونم اسمش روشه دیگه. گیریم بابات این چیزی نمیگه و قبول میکنه. با اسلحه نمیره دم در خونه کالینیا. هرچند همچین چیزی امکان ندارم و فرض میکنیم اینطور شد، بازم این کار شدنی نیست. مگه ثانیه راحتشون میذاره ها؟ هر کاری بتونه در حقش میکنه، مدام اذیتش میکنه، همش متعلقه صداش میکنه. فکر میکنی من نمیدونم؟ جوونین و هنوزم خیلی خامین، شبا خواب عشق رو میبینین و میشینین برا خودتون الکی خیال بافی میکنین. منم وقتی به دنیا اومدم اینقدری نبودم. منم بالاخره میدونم عشق چیه، زندگی چیه، حسرت دوری چیه، زندگی با مادر شوهر چجوریه. با بابام حرف میزنیم، همه چی رو براش توضیح میدیم، راضیش میکنیم. مرجان مگه تو نمیدونی بابا چقدر یه دنده است؟ اون وقتی میگه نه دیگه عمرن نظرش عوض بشه، قیامت به پا میکنه. من میدونم قیامت به پا میشه. خدای خودت بهم رحم کن. نظر رو صدا کن بیاد. ترکان به نظر بگو بیاد. نظر! نظر! بابا! بابا! این دختر کجاست؟ جمیل. ترکان، ترکان منو دیوونه نکن، میگم این دختر کجاست؟ نظر با مراد رفت. میتونم بیام تو؟ بیا زنده داشت بیام. شرایط براتون خیلی سخت‌تر از اینا هم میشه، میدونین که؟ بله. آره. در این حال این امتحان عشقتون در برابر هم است، اینم که میدونین نه؟ بله. بله. دستت درد نکنه آبجی جون. نوشه جون دخترم، من دیگه باید برم. کجا میرین؟ پایین کوچه یه بازار هست، میرم لیفا رو بفروشم، زود میام.
برگشتنی برات آب نبات بخرم؟ آره باشه برات میخرم. آبجی زحمت نکش. خاله نرمین میشه منم باهات بیام؟ نمیتونم، اگه مامانت اجازه بده. آره باشه، اما خاله نرمینو اذیت نکنی. باشه. پس بلند شو برو حاضر شو. باشه. جمیل بابا، بابا این کارو نکن. نرو بابا. بهتره برین تو. بابا برو به نظر سنگ بزن. یالا زود باش. آبجی آبجی، حلالم کنین باشه. بابام داره میاد اینجا. اگه بابات بیاد باهاش میری؟ اگه بگه بمیرم میمیرم، اما باهاش نمیرم. باله عمو جون، تو برو لباسات عوض کن. باشه. مامانم کجاست؟ بالاست دخترم، بالا پیش داشته. تو هم برو بالا. بیا. داداش چی شده؟ چیزی شده؟ اون مراد رفته دست نظر رو گرفته و آورده تو این خونه. مامان چی داری میگی؟ ببین منو، تو هم چشم دنبال اون دختره بورا که حواسم بهت هستا، فکر نکنی نمیفهمم. اگه بخوای تو هم همچین غلطی بکنی، خودم سر جفتتونو میبرم. داداش راست میگه؟ یعنی مراد همچین کاری کرده؟ آره، انگار عقلشو از دست داده. از دست اینا. نظر طبقه بالاست. اون جمیلم الان هاست که پیداش بشه دیگه، خدا بهمون رحم کنه. الو بابا. بگو پسرم. الان وقت داری یه سر بیای خونه ما؟ آره میام میام. خب وقتی اومدی برات تعریف میکنم. الان فاطمه میفرستم دنبالت. آه باشه باشه باشه. برو فاته، بابا عثمانو بیار. یه آدم عاقل پیشمون باشه بد نیست. باشه داداش. برو داداش جون. مصطفی بود گفت یه سر بیا خونه ما، فاته رو میفرسته دنبالم. منم نفهمیدم. خیر باشه ایشالله. انشالله. من میخواستم چیزی رو ازتون بپرسم. شما این ماجرای طاهر و نفس رو فقط از من مخفی کردین؟ دیگه کی میدونه؟ کسی دیگه ای خبر داره؟ راستش فکر کنم داداش مصطفی و همینطور من. دخترم نفس کجاست؟ نمیدونیم. یعنی میدونستم، اما وقتی دوباره رفتم اونجا نبود. با داداش مصطفی رفتم. حتی الو. آها اومدی. باش باشه باشه، من پالتومو بپوشم میام دم در. باش پسرم باش. فاتح الان میرسه. خب شما بیاین دیگه، همه با هم بریم. پاش بلنش بیاین با هم بریم. بیاین. یگیت شما مگه نرفته بودی؟ مامان کجاست؟ پاش پیچ خورده، الان خونه ماست. این دختر چرا اینقدر بلا سرش میاد؟ من به جای مامانم ظرف میشورم. نمیشه پسرم، بازم ممنون. من بزرگ شدم، میتونم از مامانم مراقبت کنم. بشقابارم نمیشکنم، با بالم ظرف شستم، بلدم چجوری ظرف بشورم. دلشو نشکن، بذار یکی دوتا بشقاب بشوره. خب باشه. ایگیت من میرم بازار، باید اینا رو بفروشم. بعدن میام دنبالت، با هم میریم خونه. باشه؟ باشه. ما هم بریم دیگه. بفرماییم.
نظر. نظر، به هیچ وجه نیا بیرون، باشه؟ به هیچ وجه، به هیچ وجه. نظر! 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 دخترم بیا، بیا عزیزم، آروم باش، چیزی نیست باشه. ببین بالم، نترس دخترم عزیزم، چیزی نیست، لازم نیست بترسی. تو از پیش داداشه تکون نخور، مراقبش باش، گهوارش رو تکون بده، زود باش. مصطفی، من به چی گفته بودم مصطفی؟ ها؟ چی گفته بودم؟ داداش جمیل، برو اسلحتو بذار تو ماشین. من بهت گفتم که برادر تو از خونه و از دختر من دور نگهدار تا نکشمش. دختر تو بردارو از اینجا برو. مامان، مام خیلی مشتاق نگه داشتنش نیستی. مامان برو تو، برو تو. نظر عوضی، ای کسافت. یواش داشت جمیل، درست حرف بزن. نظر به غیر از این که تو رو عصبانی میکنم، یادتای دیگه ایم دارم. با داداشم تو کار شن کمک میکنم. خدا رو شکر محتاج هیچ مرد و نامردیم نیستم. سربازیم که رفتم. از وقتیم که یادمه عاشق نظر بودم. دخترت، تا وقتی که عقد میکنیم، دست داداشم مصطفی کاللی و زن داداشم آسیه کاللی امانت میمونه. خیلی خوب داداش جمیل، به امر خدا و سنت پیامبر دخترت نظر رو برای خودم خواستگاری میکنم. نظر بیا اینجا. بله بابا. نظر. اگه نمیخوای من این عوضی رو بکشم، را بیفت بریم. دیگه داری زیاده روی میکنی. بابا داداش جمیل، اسلحه رو بیار پایین. بابا تو دیگه دختر من نیستی. بابا نه موقع مرگم بیا، نه موقع مرگت میام. حالا که قول تو زیره پا گذاشتی برای من، بابا نه مردت مهمه و نه زندت. بابا 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 چند تا بشقاب شستی؟ 10 تا. جدی داری میگی؟ آره، ببین اینجاست. واسه هر یه دونه قرار بود 5 لیتر بهت بدم، نه؟ همینقدر کافیه. خدا بده برکت. ای جان، تو چقدر شیرینی. ممنون پسرم. پس 50 لیر کار کردی؟ آره. آره. وای، تو که بیشتر از من کار کردی.
ببین چی برات گرفتم. عزیزم اینا چقدر قشنگن، بوی خیلی خوبی هم میدن. چرا خودتون انداختین تو زحمت؟ من نخریدم، ایگیت خریده، پولیشم اون داده. رفتم کار کردم، ظرف شستم. همین که راه افتادیم دستمو گرفت و کشون کشون منو برد رستوران بازار، گفت من میخوام ظرفا رو بشورم. منم نتونستم چیزی بگم. هر یه دونه بشقابو 5 لیر شستم، همش شد 50 لیر. باش واسه تو اینا رو خریدم. آب نبات و شکلاتشم با پولی که درآورده خرید، یعنی با عرق جبینش. کی اینقدر بزرگ شدی که من نفهمیدم؟ بیا اینجا ببینم. اوف اوف، اون یکی لپت. آخ عزیزم تو کی اینقدر بزرگ شدی؟ سلام علیکم. علیکم السلام، خوش اومدی محمد پسرم. یه فنجون دیگه هم بیار. بشین. گفتی تعریف میکنم، گفتی همه چیز به هم ریخت، خیر باشه. یه بار دیگه مجبور شدم از دست پلیسا فرار کنم. یعنی جزئیات داره ولی کشش نمیدم و فعلا همین قطع بدونی کافیه نه؟ این چه حرفیه؟ میگم نصف شبی سرتو به درد نیارم. به یکی از بچه ها مقداری خرت و پرت دادم وسط بیاره. ماشینی که به دادی ما دیده ولی کسی تو خونه نبوده. منم گفتم ماشین رو بیارن اینجا، میدونستم بالاخره میای. فهمیدم، ممنون داداش. واسه فردا آماده میشه؟ البته که میشه. نفس و بچه کجان؟ نمیدونم. یعنی چی که نمیدونم؟ وقتی از دست پلیسا فرار کردم مجبور شدم اونا رو ولشون کنم همونجا. من که نفهمیدم چی شد. الان چی میشه؟ پاسپورت ها که تا فردا حاضره، اون حله. اما نفس و پسرش کجا؟ همونطور که گفتی فردا پاسپورتا حاضر میشه. بقیهش هم خدا بزرگه، با اجازتون. شب کجا میمونی؟ بازم کوه و دشت؟ هوای آزاد بیشتر دوست دارم. پس بمون اینجا. خیلی ممنون، همینجوری راحتم. باشه، پیشنهاد میکنم ولی اصرار. دمت گرم، ممنونم. برو به سلامت. به تو هم یاد بدم؟ آره. ببین اینجوری بپیچون دور انگشتت، اینطوری میکنی میپیچونی، بعدش در میاری. بازم همین کارو تکرار میکنی، میپیچونیم درش میاری. میخوای انجام بدی؟ باشه. بیا بگیر، از این شروع کن.
اینجوری؟ آره دخترم، خیلی خوبه. هم سرگرم میشیم، هم یه پولی میاد دستمون، دو سه قرونی میشه، ولی خوبه. آره همینجوری خوبه، یاد گرفتی دخترم، آفرین به تو. ایگیت مامانت هم یاد گرفت. پس قرار بود اینطوری بشه ها؟ که اینطور؟ خب دوستش داشته، چی کار کنه؟ نتونسته بهمون بگه، ترسیده. منم حرف خودمو زدم. قربونت برم جمیل، اینجوری نکن. من حرفمو بهش زدم، شنیدی؟ خیلی خوب عصبانی شدی درست، ولی نمیشه که گذاشتش کنار. اون بچت نور چشمت جمیل. قبلن بود. با گفتن این که الان نیست مگه میشه؟ فعلا که شده. ببین جمیل، من 30 ساله که زنتم، 30 ساله که سرمونو روی بالش میذاریم، من تو رو میشناسم. ببین منو خوب گوش کن چی بهت میگم. من دیگه دختری به اسم نظر ندارم، دیگه اونو نمیبینی. اگه بیرونم دیدی رو تو برگردون. من نمیتونم، تو هم نمیتونی. چرا میتونم؟ جوری این کارو میکنم که خودت هم تعجب کنی. نظر چرا با ودات ازدواج کرد جمیل؟ ها؟ تو زندان بودی، معلومم نبود که میای بیرون. دخترت رفت بالا سر کارگرا، ولی چون دختر بود کسی آدم حسابش نکرد. تو اصلا اینو میدونستی؟ ها؟ میگفتی خونوادم و گرسنه و آواره نمیذارم، اونم به خاطر همین رفت و با اون ودات ازدواج کرد، در حالی که مراد و دوستش، اما بازم ازدواج کرد، خودشو فدای ما کرد. اون ودات عوضی هم اگه کتکش زد، اگه اذیتش کرد، صداش در نیمه. چرا؟ چون باباش دوباره نیفته زندان. و الان تو داری میگی همچین دختری ندارم؟ ندید گرفتن بچه انقدر راحته؟ تو هرچقدر اینو بگی من باورم نمیشه. منم اگه اینو بگم تو هم نباید باور کنی جمیل. داداش من میرم قهوه خونه ببینم مسابقه چی شد. الان بالاست؟ آره بالاست بابا، آسیه هم پیششونه. کاش اینجوری نمیشد داداش. خیلی بد شد علی، از بس سوف کشیدم ریم نابود شده، به خدا منم نمیدونم چی کار کنم. اونا دیگه بزرگ شدن، نمیشه کاریش کن. باید از اول حواستون به بچه ها باشه. نظر دیگه از این به بعد امانت دست شماست. درسته بابا، ولی خب این پسرم دیوونه است. تو خونواده ما یه عاقل نیست، همه دیوونن. میگه میزنمت میزنمت، ولی بازم نمیشه. مگه با زدن و این حرفا میشه داداش؟ آره نمیشه اسما، ولی کسی هم نمیدونه چه جوری میشه. همه فقط بلدیم حرف بزنیم. نظر تو از حرفای بابات ناراحت نشو. خب پدره دیگه، عصبانی میشه یه چیزی میگه ولی بعدش آروم میشه. نه آبجی، تو اخلاق بابای منو نمیدونی. آره شاید اونقدر نشناسمش، ولی میدونم بابا چه جور آدمیه. اون الان غرورش خورد شده، عصبانی شده، اذیت شد، ولی میگذره. واقعا میگذره زن داداش؟ معلومه که میگذره یانگاز، چرا نگذره آخی؟ خدا رو شکر که تو هستی. شما هم همینطور. Yine
یامور یاغاجاق بولوت بولوت استینه گنه یامور یاغاجاق او بنوم هوسلرم هپ می یاریم کالاجاق بو بنوم هوسلرم هپ می یاریم کالاجاق Oy Melena, Melena düşürdün beni Derde gözüm görmez kimseyi yüzün yüzüm eperde Oy Melena, Melena düşürdün beni Derde gözüm görmez kimseyi yüzün yüzüm eperde Çek birini kurutayım Bahçede iki çiçek birini kurutayım Sen beni unutursun ben nasıl unutayım Sen beni unutursun ben nasıl unutayım Oy Melena, Melena düşürdün beni Derde gözüm görmez kimseyi yüzün yüzüm eperde Oy Melena, Melena düşürdün beni Derde gözüm görmez kimseyi yüzün yüzüm eperde